این دختر 16 ساله تاجیک با چند زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی، ایتالیایی سرود میخواند. نیلوفر عزیز و نخستین جوانی تاجیک است که آوازخوانی نابینای معروفی روسیه دیانا گورسکایا او را به جشنواره اسوی سفیدی افرادی امکانیتشان محدود دعوت کرده است. چسنه этот конкурс вообще вошёл в мою жизнь спонтанно. این جشنواره به حیات من ناگهان وارد شد. آن را به من استادم تهمینه رمضانوفه از گروه اوستا پیشنهاد کرد. آن را والدینم دستگیری کردند و ما یک نواره با صدای من ثبت کرده به دیانا ارسال نمودیم و به من گفتند که با او صدای من خیلی پسند آمده است. نیلوفر در گذشته در چند جشنواره بین‌المللی در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدیا شرکت کرده است. وی سال گذشته در جشنواره های اتحاد دولت های مستقل جای اول، تاجیکستان وطن عزیز من جای دوم و سنترال ایژیا گات تالنت در قزاقستان صاحب جایزه پولی هم شده است. راهی هنری از اوکراین که حالا گرفتاری جنگ از سر شده است و از سال 2016 تا 2020 در اینجا زیسته است. محض در اوکراین شرکت من در جشنواره های بین المللی آوازخوانی شروع شد. در اوکراین در رقابت با نفر دیگر من هر روز از شرکت در آزمون ها را برطرف ساختم. هرچند از خردسالی مرا با شعاری مهم شرکت است نه غالبیت تربیه کردند. محض تجربه برداشتم در اوکراین امکان داد که در دیگر آزمون ها هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر شرکت بکنم. نیلوفر را در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران تنقید کردند که زاده تاجیکستان است و نمی‌تواند به تاجیکی ترانه خواند، اما تخمینا رمضانوفه آوازخوانی معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست. وی ترانه‌های زیادی را از ایجادات مقدس نبی و خرموشیرینوه و ترانه‌های مرونیز بازخوانی میکند. نه همه از سرودهای نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی را یافتند و مردم از توجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران. پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و ابراز داشت. نیلوفر قصد دارد تاجیکستان را در صحنه بین المللی معرفی نماید. نیلوفر با فکر من نه فقط تاجیکستان را فکر می کند و البته صحنه بین المللی را در نظر دارد. باید تکیه به سردهای تاجیکی شود و فکر میکنم که نیلوفر حالا وقتش هست. خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد مین بعد بیشتر سرودهای قدیمی را بازخوانی کند. او را در این راه پدر و مادر همیشه دستگیری میکنند. وقتی وی 6 ساله بود آماده مکتب بود، ولی من او را به مکتب موسیقی دادم تا یک سال آنجا با موسیقی آشنا شود. وی دختر است و باید همه طرفه شود. موسیقی هم به وی یک تربیه زیبایی می دهد. نیلوفر عزیز و حالا در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل می کند و امید دارد که روز مشهور جهان می شود. ای لطفی تو غمخوری من.